بنام یاد خدای بخشنده و مهربان، عزیزان همیشه همراه، خانواده های محترم، سلام های گرم مرا پذیرا باشین که تقدیم کنم به شما. عزیزان همیشه همراه به دلها و قلبهای پاکتان، شما مؤمنین روزدار، روزه و نمازهایتان قبول باشه. سال نو همزمان با بهار طبیعت، بهار قرآن هم داشتیم و سپاس می‌داریم این روزها و شبها را. و از یک شما عزیزان التماس دعای مخصوص دارم، شما عزیزانی که در محیط گرم خانواده، شما پدرها و مادرهایی که روزه میگیرین و الگوی بسیار خوبی هستین برای کودکان عزیزتان. امیدوار هستیم که از این روزها و شبهایی که فوق‌العاده مهم هست و متبرک هست استفاده ببریم و روزها و شبهایی که برای ما لحظه لحظه او عبادت محسوب میشه. ماه مهمانی خداوند، ماه نزول قرآن، ماهی است که بسیار بسیار ارزشمند هست و انشالله که بتانیم استفاده های لازم را از این ماه ببریم و از لحظه لحظه او استفاده کنیم و در عبادات و در نمازها انشالله که از همدیگر غافل نباشیم و به یاد یک دیگر هم باشیم و التماس دعا داشته باشیم. و اما روزهای شنبه هست و خانم حسینی عزیز، کارشناس ارشد روانشناسی، در استودیو هستن. سلام علیکم میکنیم و خوش آمدید میگیم و قبولی طاعات داریم خدمت خانم حسینی عزیز و بزرگوار. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوسمم، خدمت شما سلام و عرض ادب، همچنین خدمت بینندگان، والدین، کسانی که با کودکان سر و کار دارن. انشاءالله سالی که پر از عشق و محبت به اهل بیت و خصوصا مقارن شده با ماه مبارک رمضان، انشاءالله که مبارک و فرخنده باشه و زندگیشان پر از معنویت، شادی، آرامش و صلح باشد انشاءالله. الهی آمین. چی خوب دعاهایی کرده برای ما در شروع برنامه. عزیزان بیننده و خانواده های عزیزی که کودک دلبند در خانه دارن، گلهای عزیزتان در زندگی جاهای بسیار ارزشمندی را در خانه و خانواده داره و انشالله که بتانیم در همه امورات زندگی بتانیم که از این گلهای زندگی به هر حال اونها را در نظر داشته باشیم و با اونها توجه کنیم، به خصوص در هنگام روزداری در ایام ماه مبارک رمضان. و عنوان برنامه ما و موضوع امروز ما هست که علاقمندی کودکان نسبت به روزداری. حتما شما عزیزان و خانواده عزیز کودکانی در خانواده و در زندگی خودتان دارین که میبینین که علاقه من هست بر روزداری، یا ای که شما میخواین که روزه بگیره و علاقه مندی نداره. دو گونه از کودکان داریم. ما امروز میخواییم با خانم حسینی عزیز در رابطه با موضوع ای که چه باید بکنیم که کودکان علاقه من شوند به روزداری، همزمانی که با پدرها و مادرهای عزیز که روزه میگیرن، کودکان هم علاقه من شوند به روزه‌داری انشالله. خب خدمت شما عرض بکنیم که اول میخواستیم در مورد تربیت دینی صحبت بکنیم. مهمترین مسئله که والدین همیشه دغدغه دارن که روش‌های نوین تربیتی را فرا بگیرن با علم و دانش، و سعی دارن که او طفل خود بسیار بروز، مدرن و اهل علم و عمل تربیت بکنن. درسته. و یکی از گونه‌های تربیتی که بسیار مهم است تربیت دینی است. والدین باید خودشون به این آگاهی و به این دانش برسد که طفل خود چگونه با دین و فرایض دینی و او مذهبی که داره آشنا بکنه و تربیت بکنه. و هر چیزی از طفولیت است. مثل این میمونه که میگن طفل یا همو طفولیت مثل یک پارچه سفیدی است که هر نوع رنگی را که برو بپاشی همون رنگ را برای خود جذب میکنه. ببینید چی میشه، پس از یک نقطه کوچیک شروع میشه که او پر رنگ تر میشه. پس لازمه که من والدین تربیت دینی را سر لوحه خود قرار بدم. که چرا؟ به خاطر که اگر تربیت طفل ما بر اساس آموزه‌های دینی باشه، طفل ما از آسیب‌های اجتماعی در امانه. طفل ما یک انسان متعادل، سازگار با محیط، انسانی که تعامل برقرار میکنه، انسانی که اهل ادب و نزاکت است. چقدر ما روایت‌های از بزرگان خود داریم که امام علی علیه السلام میفرماید مهمترین وظیفه و مسئولیت والدین ایست که یک تربیت صحیح بر اولاد خود داشته باشه و بزرگترین میراثه. میگه شاید هیچ میراثی مهمتر از ادب نباشه که والدین بر طفل خود میتونه به میراث بگذاره. و چقدر
مزایای مثبتش ایست که گاهی ما میگیم که والدین میگه خب ما اولاد خود تربیت میکنیم که پسی پیری عصای دیست ما باشه. میگم اگر تربیت دینی باشه، اگر بله. تربیت اصولی و صحیح باشه، ای آرزوی والدین هم گیره. چرا که تمام آموزه های دین ما احترام است، احترام متقابل به انسان ها، خصوصا به والدین. به خاطر سفارشات این حک میشه در ذهن کودک ما. بله، اگر اهل قرآن باشه، اهل قرآن مطالعه باشه، کنه و تدبر کنه، تدبر کنه که وقتی گفته بالوالدین احسانا سانا. یعنی که به یعنی که به پدر مادر خود نیکی بکنه. پس ما این تربیت دینی را بسیار مهم میدانیم و بسیار توصیه میکنیم که والدین ما در این زمینه بیشتر کوشش داشته باشه، در کنار تربیت های نوینی که برای هوش، ذکاوت، تحصیل و مهارت های زندگیشون پیش میبره. تربیت دینی مهم است که از همون کودکی، از همون طفولیت خشت اول نهد معمار کش تا سریا میرود دیوار کش. اگر از ما اول اینا تلاش نکنن و خشت اول درست صحیح نمانن، حالا در رسه تربیت کودکان هم همین قسم است. به خاطر همیست که تربیت حالا گونه های مختلفی داره که وقتی طفلی ما تصمیم میگیریم من والدین یک طفل رو متولد بکنیم در این جهان، به خاطر همون یه سری برنامه های دینی توصیه شده که از قبل از اینکه طفلی ما متولد باشه و چقدر او اثر گذاره. و ای که حین بارداری، همین که مادر باردار است، یک سری آموزه های دینی مثل تلاوت قرآن، مثل با وضو بودن، مثل احسان و مهربانی کردن، مثل مراقبه های معنوی کردن، چقدر تأثیر بر او جنین داره. درست. و موقعی که طفل ما متولد میشه از 2 سالگی و 3 سالگی که سفارش های بسیار است، از جمله امام صادق علیه السلام میفرماید که ما اطفال خود از 5 سالگی برایشون نماز خواندن تشویق میکنیم. بله. ما اطفال خود از 7 سالگی به روزه گرفتن تشویق میکنی. پس شما هم پیروان ما اطفال خود از 7 سالگی در نماز خواندن تشویق میکنی و از 9 سالگی بر روزه گرفتن تشویق بکنیم. گاهی شاید این سال در ذهن ما یا والدین بیاد که حالت دلسوزی داشته باشه که طفل ما بسیار ناتوان است، طفل ما بسیار خورد است. ما میگیم اجباری در کار نیست، ایست که شما از طفولیت پایه های دینی ای طفل خود قوی بکنید، آشنا بسازیم. مثل ای که الگو برداری، اولین رویش که میخوام بگیم برای علاقمند کردن کودکان ما بر روز دوری و فرایز دینی مثل نماز خواندن، رویش الگویست. می والدین، می اطرافیانی که با از طفل مراقبت میکنیم، خود ما نمونه الگو هستیم، در گپ زدن، در برخورد کردن، در رفتار کردن، همه چی ما الگوی طفل خود هستیم. طفل ما وقتی چشم باز میکنه، خب پدر مادر خود میبینه. پس رفتار ما، تمام حرکات و هیجانات طفل دریافت میکنه. پس چقدر نیکوست که توی امر دینی من والدین سستی نکنم، مای والدین رغبت داشته باشم، مای والدین روش های اسلامی و مذهبی خود پایبند باشم. بله. سر موقع نماز بخونم، بسیار مرتب باشم، بسیار پایبند باشم. طفل ما یاد میگیرم، میگن همون طفل 2-3 ساله که وقت والدین وضو میگیرن نماز میخونه، یک جانماز بسیار ریزم در پالوی خود پهن میکنیم، اطفال خود تشویق میکنیم که فقط الگو برداری داشته باشه. بله. و واقعا من دیدم که اطفال بسیار خوش هستن که در کنار پدر مادر خود فریضه نماز به جا بیارن. درست. پس یکی از روش‌ها روش‌های الگو برداری است و این بسیار مهم است که اگر من یک الگو و سرمشق نمونه باشم، این تشویق میشه که طفل من هم رغبت پیدا بکنه. حالا این در همه موضوعات هم در همه موضوعات مؤثر است. رفتار ما، اخلاق ما، نوع ادب ما، رفتارهای اجتماعی ما، همه اینها میشه همو الگو برداری. حالا در زمینه نماز و نماز خواندن هم که میشه یک الگوی عملی که همزمان که ما دارم عمل میکنیم، طفل ما الگو برداری. به قول یک جان یک بزرگ نقل میکرد که اطفال مانند دوربین های مدار بست است. تمام نکات ریز والدین خود داره فیلم برداری میکنه. بله. و تقلید میکنه. چقدر نیکوست که ما الگوهای نمونه و مؤثری برای اطفال خود باشیم. روش دیگر روش محبت کردن است. دین ما دین مهربانی است،
دین عشق برزیست، دین تعادل است، دین تعامل با انسانها، با محیط و با جهان هستی است. خصوصا در فرایض دینی مثل روزه گرفتن خب جزء اصول روزداری است که وقتی ما مسلمان روزه میگیریم یک سری اخلاقیات خوب باید رعایت بکنه و یک سری از نکات منفی رو از خود کم کم دور بکنم. خب وقتی من روزه هستم بسیار باید خوش سخن باشم، پرهیز بکنم از کلمات منفی و زشت و ناسزاگویی. خب تلاوت قرآن کریم دارم که خب بسیار زیباست. و یعنی حرفتان همون حرف است که همزمان با روزه زبان فقط صرف روزداری برای این نباشه که ما نخوریم و نیاشامیم، بلکه باید دقیقاً همه اعضا و جوارح ما روزدار باشه. به خاطر همین است برنامه و وقفه داریم خانم حسینی عزیز و عزیزان بیننده که تا این لحظه همراه ما بودن. یک وقفه کوتاه میگیریم و بعد از او همچنان بیننده باشین، با خصوص شما پدرها و مادرهای عزیزی که کودک زیبا و دلبندتان در محیط خانه و زندگی هست و علاقه من هست که روزه بگیره و شما پدر و مادر الگوی او هستین. همراه ما باشین. کاش در خلوتم امشب تو فقط بودی و من، آگه از این دل پرتب تو فقط بودی و من. کاش هنگام دعا لب زمیان بر میخواست، بی میان جیگری لب تو فقط بودی و من. روزها کاش نبودند و همدم شب بود، شب بی اختر و کوکب تو فقط بودی و من. فاش گویم غم دل، کاش خدایا دائم من بودم از تو لبالب تو فقط بودی و من. واژه در مطلب دل واسطه خوبی نیست، کاش بی واژه و مطلب تو فقط بودی و من. بار الها واژه نامحرم و دل هرزه و لب بیگانه است، کاش بی واسطه هر شب تو فقط بودی و من. کاش حتی دو ملک راز برم می بردی در حرم خانه ام امشب تو فقط بودی و من. من هم از سینه دل هرزه برون می کردم، این دل صد دله یارب تو فقط بودی و من. یا اله العالمین، یا اله العاصین، یا ارحم الراحمین. خب سپاسگزار هستم از حضور گرم همه شما خانواده های عزیز و هموطنان عزیز و ارجمندم. امیدوار هستم که همراهی کنین برنامه روشنا را و اگر چنانچه سوالاتی در ذهن دارین میتونین با ما در ارتباط باشین. مثبت 964-780-255-413 نمبر واتساپی ما هست و شما عزیزان میتونین از این طریق با ما در ارتباط باشین. سوال، پیشنهاد، انتقاد، هر صحبتی که دارین ما پذیرا هستیم و خوش میشیم. و اما در ادامه صحبت و ای که چه روش هایی را برای علاقه من کردن کودکان خود نسبت به روزداری باید داشته باشیم و شما والدین عزیزی را در نظر بگیرین که با عنوان پدر و مادر بسیار مسئول هستیم نسبت به کودکان ما و نسبت به تربیت دینی آنها، به خصوص که ایام ماه مبارک رمضان هست و چه خوب است که در این ایام ماه مبارک رمضان یک بهانه بسیار خوب باشه برای ما که بتانیم نسبت به تربیت دینی فرزندان ما بسیار بسیار حساس باشیم و توجه کنیم و انشالله که همزمان با این که خود ما
عمل میکنیم و بسیاری از مسائل دینی و عبادی کودکان خود ما را هم تشویق کنیم و انشالله که کودکانی پر از معنویتی را در زندگی تربیت کنیم و تقدیم جامعه کنیم. خانم حسینی عزیز، روش ها را بیان میکردین برای ما و بسیار هم مفید هست اینا را و یک توجهی هست برای والدین که خود ما هم متوجه رفتارهای خود ما باشیم، ای که ما الگویی هستیم برای کودکانی بسیار اهمیت داره. ما غافل هستیم بسیار وقتا، خوب میگیم که اینا اولاد هستن و باید قسمی که ما میخواییم اونم قسم تربیه شون و بسیار هم توقع داریم که اما قسم بسیار خوب صحیح ولی خب غافل هستیم که خود ما چی میکنیم، رفتارهای خود ما چه قسم است، عملکردهای خود ما چه قسم است، چون ما الگوی بسیار مهمی هستیم برای کودکان ما. و روش دیگه محبت کردن بود که ادامه صحبت مهمترین و با دوامترین روش میتونیم روش محبت کردن بیان بکنیم که او نگرش مثبت به دین و مذهب خاصی که داریم کودک ما را جلب میکنه. پس کودک ما میفهمه که این دین و مذهبی که ما داریم و والدین ما دارن چقدر دین خوب است، چقدر دین احسان است، محبت کردن است، تشویق کردن است. بله بله. و این دلگرمی باعث میشه که خب فرایض دینی را با شوق و اشتیاق انجام بدم. یک از روش های دیگر روش های شرطی کردن است که شاید باشه که میگه که حالا نظر روانشناسان است، ولی کلی عرض میکنیم که شرطی کردن یعنی که بین محرک و پاسخ یک ارتباط ایجاد شوه که یادگیری سریعتر صورت بگیره. ای چی رقم است که طفل ما همراه با ای که روزه گرفتن و نماز خواندن میخوام تشویق بکنیم همراه با یک امری باشه که طفل ما رو خوشحال میکنه. درسته. خب روزه میگیریم، ما خب خودمون دلایلش میفهمیم که چقدر مفید است. خب کلی عوامل بسیار مفید برای بدن ما داره، برای روحیات ما داره، برای شخصیت ما داره. خب طفل ما شاید قادر نباشه در او درک برسه، با توجه به اقتضای سن کودک خب میگیم تو روزه میگیری برش یک جایزه، یک هدیه، یک ضیافت بسیار شیرین، بردنش به محافل قرآنی، دعا که اطفال دیگه هستن، بردنش حتی میگن افطاری کردن در یک فضای سبز همراه خانواده. و ای که ای شاید فرهنگ قشنگ باشه که ما قبل از اینکه وارد ماه مبارک رمضان میشه خب خانواده ها ایسی تدارکات میبینن مثل خرید کردن. بله. مثل که اقلام خوراکی رو تهیه بکنن. دست طفل خودم میگیره به بازار میره، خب ما داریم میریم به پیشواز ماه مبارک رمضان. بله. خب شما خوراکی های مورد علاقه خود بگو که ما میخوام خرید بکنیم و چقدر طفل خوشحال میشه. بله. هر آنچه رو که طفل خوش داره و لذت میبره براش تهیه میکنیم. و ای که یک هر سفره ای که داریم که خیر و برکت در او سفره است، حتی اگر نان و آب باشه، من میگم با یک سری خلاقیت مادرانه و والدین تزیین شوه. از خود اطفال دعوت شو، خب میخوایم سفره افطار و سفره سحری رو بچینیم. بله. خب بیایم برای ما کمک بکنیم. یک سفره رنگین، یک سفره متنوع و شاد که طفل ما رغبت پیدا بکنه و شوق پیدا بکنه که این عمل زیبا را انجام بدم. بله. و یکی از روش های تمرین و تکرار است. هر چیزی، هر یادگیری و هر نکته‌ای که ما بخوایم در زندگی یاد بگیریم قبلش تمرین و تکرار کردن هست. پس تمرین و تکرار ایست که خب یک ماه از سال ما روزه میگیریم، خب هر صفتی را که منفی باشه اگر من رعایتش نبکنم، یعنی او را حذف بکنم از زندگی، میشه این تکرار و مداومت. گاهی والدین با همون روش الگوی، با همون محبت کردن، به این که گاهی هم به زبان بیان بکنه خب این ماه مبارک رمضان است و این که اگر من یک انسان راستگو باشم، یک انسانی باشم که حرف زشت به کار نبرم، یک بله. انسانی باشم که دقت بکنم کدام کلمه رو دروغ نگویم، احترام به دیگران بگذارم و همراه با گفتن و تمرین کردن طفل ما یاد میگیره که یک انسانی که روزه دار هست بله. موظف هست که یک سری اعمال منفی رو انجام نده و ای که مداومت بکنه با کارهای نیک و صفتهای شایسته. دقیقاً. یعنی که وقتی که پدر و مادری که روزه داره چقدر باید مراقب رفتار اخلاق خودش باشه، اتو نباشه که روزه میگیره اصابا خراب
و یک چیزی طبیعی است. بله. پدر از او بدتر، مادر از او بدتر. میگن چوب باشین، مگه نمیفهمین ما روزه داریم. یعنی که وقتی کسی که روزه داره باید بی‌حوصله شوه، باید اعصاب خراب شوه، باید یه قسم نباید باشه. بله. برعکس باید اینقدر در آرامش و با خلق خوب رفتار کنن که متوجه شوند که بگن که روزه قدر میتونه تأثیر داشته باشه. در صورت که یک امر طبیعی است، من که گشنه شدم، من که تشنه شدم، خب یک سری هیجانات منفی در بدن ما ناخودآگاه بروز میکنه. به قول شما من ممکن عصبی شوم، کم حوصله شوم، دچار پرخاشگری شوم. منتها خود روزه باعث میشه که من این رفتارها را نشان ندم. یعنی چی؟ یعنی صبر داشته باشم، حوصله داشته باشم و ای که سعی بکنم با ای یا مهارشون بکنم. درسته. حتی گاهی شاید این خشم برای من ایجاد شوم، منتها من قدرت مهار کردنش بلد باشم که او از مزایای روزه گرفتن است و طفل من شاهد این فرایند هست. درستان. و میتونه چقدر تاثیرگذار باشه. مهار کنن یعنی که ریشه های از او رو پیدا کنن که چرا گاهی وقتا حالا خب پدر خانواده امکان داره که بخاطر کاری که در بیرون میکنن خسته شوه و وقتی که وارد خانه شوه، خب او خستگی ها و او ماندگی هاش امکان داره که یکمکی تاثیر داشته باشه که بازم مادر خانواده هم همه قسم یکقدر کار خانه باشه، خستگی و ماندگی باشه، اولادداری باشه، شاید حتی وظیفه بیرون داشته باشه. بله، به خاطر تأثیر داشته باشه. ولی اگر یک برنامه ریزی صحیح، یک همکاری و یک عشق ورزی بین کل اعضای خانواده باشه، میتونه تقسیم کار شود، تقسیم وظایف شود و اون فضای استراحت هم باید در نظر داشته باشه. خب فلان ساعت است، همه ما روزه داریم. خب من از اطفال خود خواهش میکنم که خب یک مدتی که با اونها بازی بکنیم، سرگرمشون بکنیم، خواهی اجازه را به ما بدین که یک ساعت از روز رو ما هم استراحت بکنیم، به خاطر که بدن ما نیاز به استراحت داره. من میگم همراه با تمام که فرایض دینی را داریم یادآوری میکنیم، به طفل خود آشنا هم بکنیم که یک سری مزایایی که داره ایست که من نیاز به استراحت دارم، نیاز به ای دارم که بدن من هم او توان داشته باشه. بله. بس ای را در نظر میگیریم و طفل خود با این فرایند آشنا میکنه و مسلما اطفال ما اطفال باهوشی هستن که همزمان درک کردن یاد میگیرن، همزمان همدلی کردن یاد میگیرن و این میتونه بسیار مؤثر و مفید باشه برای او شخصیتی که ما در نظر دارم برای طفل خود باشه. و روش دیگه روش تلقین کردن است. تلقین کردن همی که مثبت باشیم، همی که به قول شما با خستگی، با گرسنگی، با تمام این چیزها، خب طبیعی من مواجه هستم. 12 ساعت، 18 ساعت، 16 ساعت داریم روزه میگیریم، یعنی داریم تزکیه نفس میکنیم. در ای که داریم به طفل خود یادآوری میکنیم که خب این ساعتهای طولانی یک سری فرهنگ ها رو میخواد برای ما نشان بده، به ای که من گرسنگان رو درک بکنم، برای ای که من کسانی رو که در فقر زندگی میکنه و میتونه مدت ها یا ساعت ها نانی برای خوردن نداشته باشه. درسته. و او درک میخوایم برسیم و طفل خود با این فرایند آشنا میکنیم و ای که تلقین مثبت، ما میتونم همه این گرسنگی ها و تشنگی ها را تحمل کنم. چرا؟ چرا که بعد از آن من به یک سری چیزهای خیلی ارزشمند میرسم، به این باور میرسم که من یک خالقی دارم که میتونه عدالت داشته باشه، میتونه این فکر را برای من داشته باشه که من کل انسانها را در هر جایی از جهان که هست درک بکنم. چرا؟ درستم. شاید نتونم گرسنگان جهان سیر بکنم، اما میتونم با اونا همدلی بکنم که من هم در سال یک ماه میتونم از خوردنهای بسیار لذت بخش خودداری بکنم و این میشه خودسازی شخصیت خود ما و طفل ما. و طفل خود درگیر میکنیم که نگرشش مثبت باشه، نه که نگرش منفی باشه. این ماه مبارک رمضان، حالا که وقتی که خوب بیشتر داشت فکر میکنیم، مثل یک دانشگاه میمونه. بله بله، مثل یک مکتب میمونه. یعنی هر قسمت از او یک درس است. و چقدر برای بدن مفید است. ما چقدر هزینه میکنیم که از
بیماری‌های جسمی و روحی خود خلاص شویم، در صورت که در طول یک ماه تمام پزشکان و اهل علم مطالعات و تحقیقاتی که کردن فهمیدن چقدر فرهنگ خوبی مسلمان ها دارن که یک ماه به بدن خود استراحت میدن از هر لحاظ، بعدش که یک چکاب پزشکی انجام میدن، از کسی که یک ماه در سال روزه گرفتن تنظیم قند خونش، تنظیم فشار خونش، تنظیم چربی خونش، بله، و تمامی سیستم بدن ای در حال یک تغییر و تحول مثبت شده که نتیجهش فقط روزه گرفتن است. به خاطر همیست که حال معنوی خوب به او دست میده. خب اگر چربی خون بدن من بالا باشه، اگر قند من بالا باشه، خب من دچار او حالتهای عصبی، هیجانی، خشم، خستگی و بی‌حوصلگی هستم. اما اگر ای در حال تنظیم شدن باشه و بدن با روزه گرفتن به این سیستم خوب داره دست پیدا میکنه، میبینیم حال روحی من خوب است. اصلا خود شما با ای که حال یک روزه داره که ملاقات میکنیم شادتر است، سالمتر است، سبکتر است، خصوصا اگر از لحاظ جسمی اهمیت بدم، میگه چقدر من وزنم کم شده، به تعادل رسیدم از لحاظ وزنی و چقدر حس سبکی داریم، در حالی که خب قبل از هو هم کارهای برسته. معنوی مثل نماز خواندن، مثل عبادات خاص، مثل دعا خواندن، بله، مثل اینکه سحر بیدار میشن، میگه خود بیدار شدن نصف شب خودش بدن رو ریکاوری میکنه. از لحاظی که حتی ماه رمضان نباشه، میگه که لازم است که بدن در طول شبانه روز نیمه شب از خواب بیدار شود، یک گلاس آبی بخوره، یک گردش در داخل اولی خود بکنه، ببین چقدر تاثیر داره و ما یک ماه ای کار و فرایند را با اختیار انجام میدیم و چقدر میتونه مفید و عالی باشه. سلامت جسمی و روحی و روحی همزمان همزمان ایجاد میشه و چقدر خوب میشه. بسیار عالی. هرچی که در این زمینه صحبت کنیم واقعا علاقمند هستیم که بیشتر بفهمیم، بیشتر متوجه شویم و یک روزداری داشته باشیم که همزمان با فهمیدن، همزمان با دانستن و عمل کردن باشه. انشالله که روزه های همه شما عزیزان قبول درگاه حق باشه. بعد از یک وقفه‌ای که داریم همزمان با ما باشین و ادامه صحبت ها و ببینیم که دیگه چه فوایدی داره و علاقمندی کودکان ما نسبت به ماه مبارک رمضان چگونه باید باشه. همراهی کنین ما را. خداوندا یاریم کن که روزه و شب زنده داریم، در این ماه مقبول درگاهت واقع شود. ای معبود جهانیان، یاریم کن تا از خواب غفلت بیدار شوم و گناهانم را بر من ببخش. تشنه‌ام، تشنه دریای رحمت الهی، با جسمی گناهکار خود را به ساحل این دریا رساندم تا در آبش تطهیر کنم. سهمم از این ماه همین اعمال است. خب تشکر از همراهی همه شما عزیزان بیننده. با برنامه روشنا همراه هستین و موضوع امروز ما علاقمند کردن کودکانی هستن که میخواین روزه بگیرن انشالله و یک تمرین شبه برایشان در ایام بزرگسالی، و بسیاری از خانواده ها هم علاقمند هستن و میخواین متوجه باشن که چه باید بکنن که کودکانشان را از همین ایام کودکی علاقمند کنن به روزه داری و ماه مبارک رمضان، تا اینکه وقتی که در بزرگسالی رسید انشالله مشکل نداشته باشن و آنها هم همانند پدرها و مادرهای عزیزشان روزه بگیرن و در ماه مبارک رمضان روزه دار باشن. خب خانم حسینی، چند تا مراحل را شما بیان کردین، راه حل ها را گفتین و انشالله تا وقتی که فرصت داریم بتونیم بسیاری از مراحل و راه حل ها را برای عزیزان بیننده بیان کنیم که فرصت اگر کم هست ما بتونیم همه را بیان کنیم.
در پی فرآیند صحبت‌های خوبی شما می‌خوام تکمیل بکنیم که خب ما والدین داریم آماده می‌کنیم طفل خود که طفل خردسال است، بس سن تکلیف شرعی که دختران 9 سال و پسرای ما 15 تا 16 ساله باشن نرسیده. خب من میگم که اگر یک پله رو در نظر بگیریم، خب ما این پله رو باید تک تک و دانه دانه به قدم به قدم بالا بریم تا به او قله موفقیت برسیم. و چقدر خوب است که قبل از این که طفل ما یک دختر 9 ساله یا یک بچه 15 ساله باشه، یک دفعه بگیم خب روزه برای تو واجب شده و باید روزه بگیری و اگر روزه نگیری دچار یک گناه و معصیت شدی. خب چقدر نیکوست که من قبل از این که به این دین شرعی خود برسه که او واجب انجام بده، قبلش که یک طفل خردسال 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله و 8 ساله است، همزمان با ما که داریم روزه میگیریم، طفل خود با همین روشایی که عرض کردیم تشویق میکنیم. حتی میگیم که حتی این روایت امام صادق علیه السلام فرمود که طفل ما خردسال است و به شرعی نرسیده که روزه بگیره، در همون سن طفولیت برایش میگیم خب همزمان با ما سحری میخوری، همزمان با ما افطار میکنی، منتها قبلش اگر احساس گرسنگی و تشنگی داشتی میتونی غذای خود میل بکنی، آب خود بخوری و افطار بکنی و کلمه افطار برش استفاده بکنیم تا او حس خوب روزه گرفتن برای طفل خود داشته باشه. حالا یک چیز عامیانه هم داره، کله گنجشکی میگیم، روزه کله گنجشکی میگیریم و این چقدر شیرین است که اطفال ما به این شوق که خب ما سحر بیدار میشم چرا میخوام روزه کله گنجشکی بگیرم، چرا؟ چون طفل ما خب خارج از توانش ممکنه باشه، بسیار ضعیف و نحیف باشه، پس ما این فرصت میدیم که همون روزه کله گنجشکی رو بگیرم منتها سحر با ما سحری بخوره و نصف روز برش حتما مادر غذا و افطاری، حتی من میگم یک سفره افطاری برش جور کنه. خب ما که سنمون کلانتر است، در موقعش که اذان داده میشه ما اون موقع افطار میکنیم، شما هم اون موقع دوباره دنباله روزتون میگیری و با ما افطار میکنی. خب قبلش ما الان که شما احساس گرسنگی و تشنگی شدید داری، ما برای سفره افطاری پهن میکنیم که نوش جان بکنی و چقدر این میتونه مؤثر باشه برای شخصیت سازی. و ای که طفل ما وقتی به سن شرعی رسید، دیگه ما با این مشکل والدین روبرو نباشیم که طفل ما حاضر نیست روزه بگیره. چرا؟ چون با اون درک هم نمیتونه یک دفعه، منطقه اگر کم کم یک سال دو سال پشت سر هم که این تکرار باشه، در اون سن که برسه طفل ما خودش ناخودآگاه میگه خب من میتونم. چرا؟ چون که پارسال و سال پیش هم دیدیم من روزه کله گنجشکی گرفتم، مقاومت کردم و اصلا گوش نمیشه. این میشه همون تمرین و تکراری که با مرور زمان به دست آمده. و یکی از روش هایی که بسیار مهم است روش اقتدار هست، اما خیلی توصیه نمیشه. کمترین توصیه را کارشناسان ما در این زمینه داره. چرا؟ چرا که دین ما دین اجبار نیست، لا اکراه فی دین، هیچ اجباری نیست، منتها با تشویق محترم رفتار کردن برای طفل خود، منتها یاد آوری باید بکنیم. خب طفل من به سن شرعی رسیدم، منتها نحیف است، منتها بسیار ناتوان است، ممکن است حتی من میگم یک از لحاظ جسمی دچار یک مشکل پزشکی باشه. خب این تمرین ما داشته باشیم، خب چون که روزه بر تو از لحاظ سنی واجب شده، روزه رو میگیری منتها با احترام. اگر احساس ضعف و ناتوانی کردی، با توجه به دستورات که برای دین ما وارد شده، شما میتونید یک روز در ما، دو روز در ما روزه نگیریم، منتها قضای روزه را بجا بیاوریم. همزمان داریم یادآوری میکنیم که آموزه های دین طفل ما فرا بگیرم، که ناخودآگاه نمیتونه که هر وقت دلش خواست روزه خدا بخوره، هر وقت دلش خواست بگیره. ما میگیم این میشه یک بی‌نظمی در روش تربیتی ما، که من اون روش اقتدار رو داشته باشم، نه با لطکوب، نه با ناسزا گفتن، نه با سختگیری که طفل من زده شوه از دین و از آموزه های دینه، که بگه این چه رقم دین سختگیری است که من آزادی رو ندارم. حالا بسیار وقتا والدین تلاش میکنن که اولادای ما باید حتما روزه بگیرن و سر وقت نماز بخوانن دقیق، هم مثل ما کلانا، یعنی ما پدر و مادر هر رقم که میکنیم، یعنی روزه رو میگیریم نماز کامل و به وقت میخوانیم، اولادای ما هم باید همین باشه. حالا اونا هم امکان داره که به همون طریق پیش برن، ولی یک قسمت میرسه که دیگه
زدمشه. به خاطر همیشه من میگم وقتی که درونی نباشه، هر چیزی اگر درونی باشه، من به مزایای او، من به نکات مثبت او رسیده باشم، خود من به او باور رسیده باشم که این جزء لازمه دین، مذهب و زندگی من است، به زندگی من دوام میده، ثبات میده، آرامش و امنیت خاطر میده، من او را انجام میدم در هر شرایطی. اما اگر اجبار باشه، پوشش من، حجاب من، اعمال دینی ما، اگر با اجبار، زور و سختگیری باشه، با ای که من طفل خود بسیار با خشم و غضب بگم تو حتما نماز بخون، خوشاید او طفل من همون نماز خواندن با اجبار من در خانه هست بخونه، اما آیا اگر طفل تو از تو جدا شد در یک مکان دیگه قرار گرفت، آیا او میتونه او نماز بخونه؟ نمیخونه. چرا؟ چون که اجباری بر او نیست. اما اگر این روش دینی من با اصول و روش ها و آمیزه های دینی باشه، بله، با پیروی از اهل بیت باشه، اهل بیت ما چقدر محترمانه برخورد داشتن با یک طفل، چقدر برای او شخصیت میدادن، عزت نفس میدادن. من میخواستم بگم که عزت نفس و اعتماد به نفس چقدر میتونه روی شخصیت انسان مؤثر باشد از طفولیت، و خصوصا عزت نفس در ماه رمضان. بله. خب ما انسان های محترم و ارزشمندی هستیم که پایبند فرایض دینی خود هستیم. یک کودک وقتی که روزه میگیره، حالا هر رقم که هست، چه کله گنجشکی باشه، چه در واقعیت در یک روز بتانه بگیره، چقدر عزت نفس پیدا میکنم، چقدر خودشون احساس ارزشمندی میکنن، احساس خوشحالی بسیار خاص دارن. همین که حتی من میگم ما یک مهمانی و یک جشن روزه برای طفل خود بگیریم، چی به اون طفلی که به از لحاظ سنی شرعی رسیده و طفلی که خورد است، حتی من میگم در ما طفل مثلا 8 ساله یا 7 ساله، ما در ما 3 روز یا 4 روز روزه کامل گرفته، خب من میتونم براش یک جشن بسیار خودمانی از قوما و فامیل نزدیک دعوت بکنیم، همزمان بگیم ما برای طفل خود یک جشن روزه گرفتیم. چرا؟ چون ای با ما روزه گرفته و یک انسان کامل از لحاظ دینی شده، و چقدر رفتار مثبتش برای دیگران بازگو بکنیم، بگیم که همزمان که با ما روزه گرفته چقدر اخلاق و رفتارش خوب بوده و خوبتر شده، چقدر رعایت کرده، و به این طریق او طفل خود ما بسیار خوشحال میکنه و ای که از او یک شخصیت کامل میسازیم، به او ای باور میرسانیم که تو یک انسان عزیز و محترم هستی و محترمانه با او رفتار میکنیم. پس روزه یکی از فرایض بسیار مهم است در تکمیل شخصیت خود ما، بله، که بزرگ هستیم. به قول شما که گفتین، خب وقتی من الگو باشم، درست، من خود باید تغییر بدم. یک سخن بسیار معروف است که تو هیچ کسی را نمیتونی تغییر بدی بجز ای که خود تغییر بدی. اگر با خود تغییر بدم، از لحاظ شخصیتی، فکری و زندگی دچار یک دگرگونی مثبت بکنیم، ناخودآگاه میبینیم اطراف ما تغییر کرده، انسان هایی که با ما تعامل کردن دچار تغییر و تحول شده. در صورتی که من بگم خب من بسیار خوب هستم، کامل هستم، من باید همسر خود تغییر بدم، من باید همکار خود تغییر بدم، من باید جامعه رو تغییر بدم، به نظر من شاید در حد خودکشی برسی و ولی موفق نشوی. بله. چرا؟ چون که خودت دچار تغییر و تحول نشدی. بله. و ماه مبارک رمضان من میگم یک دگرگونی درونی، یک تغییر و تحول معنوی. دقیقا. که میتونه یکی از نشانه های مثبت انسانی من میگم باشه. شاید من میگم نام یک مذهب و فرهنگ رو نمیبرم، میگم یک انسان کامل، یک انسانی. بله. که از هر لحاظ تعریف شده در همه جهان و میتونیم الگو و نمونه یک انسان کامل باشیم. بله. و گاهی این میتونه سرمخش برای جهان باشه، به خصوص اطفال ما. بسیار عالی، یک نکته بسیار زیبایی را هم بیان کردن خانم حسینی، ای که ماه مبارک رمضان ماهی هست که انسان ها میتونن متحول شوند، میتونن همزمان با ای که ما در سال نو طبیعت را دیده متحول شد، میتونیم در ماه مبارک رمضان هم تحول بتیم، متحول کنیم خود ما را، یک خانه تکانی درونی داشته باشیم، دلها و قلبهای خود ما را بتکانیم از هرچه بدی ها هست، از هرچه کینه و کدورت هست، و بیایم به جای از اون مهربانی ها را بنشانیم.
تشکر و سپاسگزار هستم از خواهر خوب ما خانم حسینی و شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما بودین. سپاسگزار هستیم. در ربنای سبز دعایتان ما را فراموش نکنین. التماس دعا و خدا نگهدار. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.